حزب ایرانیان کرد میهن پرست روز شنبه همزمان با درگذشت رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی با برگزاری کنفرانسی در شهر هامبورگ در دانشگاه این شهر ضمن پاسداشت یاد اونها به اهمیت همبستگی اقوام ایرانی در براندازی جمهوری اسلامی پرداختند. سارا دماوندان از محل برگزاری این مراسم گزارش میده. همبستگی اقوام ایرانی توسط حزب ایرانیان کرد میهن پرست همزمان بود با سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی آخرین پادشاه ایران. در این کنفرانس به نقش و اهمیت همبستگی اقوام ایرانی در مسیر براندازی جمهوری اسلامی و بررسی راهکارها و روشهای مؤثر برای تقویت این همبستگی پرداخته شد. همونطور که می‌دونیم ایران سرزمین ما از اقوام مختلف تشکیل شده و اهمیت داره که این اقوام همونطور که در طول تاریخ همیشه با هم در کنار هم و پشتیبان هم و در دفاع از مرز و بوم خودشون ایران بودن، الان هم با تبلیغاتی که جمهوری اسلامی و نیروهای والا اسمشون میذاریم ما در کل 57 یا داره انجام میده و سعی در این تفکر رو جا انداختن داره که اختلافاتی هست، مشکلاتی هست که اصلا همچی چیزی وجود خارجی نداره، ما سعی میکنیم اینجا یه خورده این موضوع این اتحاد رو بیشتر برجسته کنیم و بیشتر رو نقاط قوتش دست بذاریم و اگر نقطه ضعفی میبینیم که جمهوری اسلامی داره از اون سوء استفاده میکنه اونو پیدا کنیم و مورد بررسی قرار بدیم. آگاهی جامعه و دستیابی به منابع آزاد برای شناخت بیشتر اقوام ایرانی از دیگر موارد مطرح شده در این کنفرانس بود. این هرچی بتونیم روشنگری کنیم تو این کنفرانس ها و جامعه رو با اهداف خودمون، با باورهای خودمون، با آرزوی خودمون آشنا بکنیم و بهتر جامعه رو بشناسن، آگاه سازی بیشتر بشه، خب قاطعا میتونیم خیلی موثرتر و مفیدتر باشیم. جامعه تشنه آگاهی در حقیقت. جامعه آگاهی نداشته باشه خب میشه 57. هر چی بتونیم از الان مشخص کنیم چی میخوایم، چی نمیخوایم، کی هستیم، هدفمون چیه، رویامون چیه، خب راحت‌تر و بهتر هم دوران گذار رو رد میکنیم، هم راحت‌تر از جمهوری اسلامی عبور خواهیم کرد. غیر این نخواهد بود. آگاهی واقعا زمینه که نیاز هر چیزیه تو جامعه. ببینید هدف ما در واقع از برگزاری این کنفرانس ها به وجود آوردن وحدت ملی بین تمام اقوام ایرانیه. بودن این کنفرانس ها در واقع هدف بر اینه که ما بیشتر آگاهی بدیم و از طرف دیگه سعی میکنیم که اقداماتی رو که تا به امروز جمهوری اسلام می‌کرده که به این اختلافات قومی دامن بزنه رو جلوگیری کنیم. مخالفان جمهوری اسلامی و منتقدان حکومت ایران بر این باورند که در طول 46 سال گذشته رژیم جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده با ایجاد اختلاف و تفرقه میان اقوام مختلف ایرانی پایه‌های خود را مستحکم‌تر کنه و از قدرت مردم بکاهد. حال با ورود ایران به عرصه مطالبات و تغییر حکومت، مخالفان جمهوری اسلامی و حزب ایرانیان کرد میهن پرست که 8 ماه از تأسیسشان می‌گذرد در تلاشن با الهام از عملکرد شاهان پهلوی گام‌های مهم و مؤثری در راستای ایجاد همبستگی ملی بردارند. سارا دماوندان، صدای آمریکا، هامبورگ.